امروز میخوایم با هم سفری داشته باشیم به قلب تپنده آفریقا، کشوری که تقریباً از هر 6 نفر آفریقایی یه نفر اهل اونجاست. کشوری مهم و تأثیرگذار که مالک بزرگترین ابرشهر این قاره است. اینجا نیجریه است. کشوری که علارغم مشکلات و درگیری‌های فراوان تونسته در مسیر توسعه قرار بگیره. نام رسمی این کشور جمهوری فدرال نیجریه است که این نام از رودخانه نیجر که از این کشور میگذره گرفته شده. نیجریه در غرب آفریقا و در کنار خلیج گینه جای گرفته که از سمت شرق با کامرون، از شمال شرق با چاد، از شمال با نیجر و از غرب با بنین همسایه است. مساحت این کشور 923,000 کیلومتر مربع بوده که اگر بخوایم مقایسه کنیم تقریبا برابر با نیمی از ایرانه. نیجریه یک کشور استواییه و از این رو جنگل‌های متراکم و انبوه در شرق، غرب و جنوب این کشور وجود داره. نیجریه پرجمعیت‌ترین کشور قاره آفریقاست. جمعیت این کشور حدود 224 میلیون نفره که ششمین کشور پرجمعیت جهان محسوب میشه. میانگین سنی این کشور 17.2 با توجه به جوان بودن و شیب رشد جمعیت این کشور پیش بینی میشه که تا سال 2050 با 375 میلیون نفر به سومین کشور پرجمعیت جهان تبدیل بشه و همین مسئله نیجریه رو به کشوری مهم در آفریقا تبدیل کرده. این کشور همچنین پرجمعیت ترین کشور جهان با اکثریت نژاد سیاه‌پوسته. نیجریه کشوری چند ملیتی بوده و ساکنین این کشور از 250 قومیت مختلف و با بیش از 500 زبان متفاوت هستند. به دنبال قرنها حکومت قبیله‌ای توسط پادشاهان و امپراتوران مختلف و 99 سال حکومت استعماری بریتانیا، نیجریه تونست در سال 1960 به استقلال دست پیدا کنه. پس از استقلال ظاهری نیجریه از بریتانیا، انگلستان از سلطه بر این کشور دست بر نداشت. نیجریه تا سال 1999 به طور متناوب توسط حکومت‌های نظامی اداره می‌شد. مخصوصاً در دهه 90 و پس از کشف منابع نفت، انگلستان تلاش کرد تا بین طوایف و گروه‌های اجتماعی تفرقه بندازه. از اون روز تا به حال این کشور درگیر مسائل دینی و اتنیکی بوده و این اختلافات همچنان ادامه داره. امروزه زبان رسمی این کشور انگلیسیه که یکی از آثار بجامانده از دوران استعمار انگلیسه. بر اساس داده ها مسلمانان 50% جمعیت کشور رو تشکیل میدن که این عدد تا سال 2060 به 60% خواهد رسید. این کشور دین رسمی نداره. سیاست ملی این کشور در ارتباط با ادیان به طوری است که تمامی آحاد جامعه میتونن بدون هیچ قید و بندی به هر دین و آیینی اعتقاد داشته باشن. اما علارغم این، جامعه نیجریه گرفتار درگیری‌های مذهبی بین مسیحیان و مسلمانانه. از سال 2002 در شمال این کشور درگیری نظامی میان گروه جهادی اسلامی بوکو حرام با نیروهای دولتی جریان داشته و تا سال 2022 بیش از 42,000 نفر بر اثر اقدامات تروریستی این گروه جونشون رو از دست دادن. علارغم خصومت بوکو حرام با مسیحیان، اکثر قربانیان اونها همیشه مسلمانان بودند که دلیل اون تعریفیه که این گروه از ارتداد ارائه میکنه. گروه مسلح بوکو حرام خواستار تعطیلی تمامی مدارس نوین و تحمیل قوانین شریعت بر تمامی 36 ایالت نیجریه است. بوکو حرام به معنی تحصیل حرامه که به مدارس مدرن اشاره میکنه. واحد پولی این کشور نایراست. اقتصاد نیجریه بزرگترین اقتصاد آفریقا و 32 اقتصاد بزرگ جهانه. این کشور بزرگترین تولید کننده نفت آفریقاست. نفت نقش بزرگی در اقتصاد و سیاست نیجریه ایفا میکنه و حدود 80% از درآمد دولت رو تشکیل میده. نیجریه همچنین دارای 9 ذخایر بزرگ گاز طبیعیه. پیش از جنگ داخلی و رونق نفت، نیجریه از نظر تولید مواد غذایی خودکفا بود. کشاورزی در گذشته بیشترین درآمد ارزی نیجریه رو داشته، اما نتونسته همگام با رشد سریع جمعیت رشد کنه و نیجریه اکنون برای حفظ خود به واردات مواد غذایی متکیه.
امروزه همچنان نزدیک 70% مردم در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. کاکائو صادرات اصلی کشاورزی و یکی از مهمترین محصولات غیر نفتی کشوره. پایتخت نیجریه شهر آبوجاست که در مرکز کشور جای گرفته. جالبه بدونید که آبوجا حتی در بین 5 شهر بزرگ نیجریه نیز قرار نداره. بزرگترین شهر این کشور شهر ساحلی لاگوسه که از شهرت بیشتری در نزد گردشگران برخورداره. لاگوس ابرشهر در حال رونق نیجریه است. جمعیت تخمینی لاگوس در سال 2023 بیش از 26 میلیون نفر بوده و این عدد برای منطقه شهری لاگوس حدود 30 میلیون نفره. لاگوس پرجمعیت ترین منطقه شهری در آفریقاست و پیش از سال 1991 و انتقال پایتخت کشور به آبوجا پایتخت این کشور بوده. اینجا یکی از بزرگترین و شلوغترین بنادر دریایی قاره آفریقا به حساب میاد. بیش از نیمی از تجارت دریایی نیجریه در اینجا انجام میشه و همچنین این بندر برای کشورهای محصور در خشکی مانند چاد و نیجر به عنوان یک نقطه ترانزیت عمل میکنه. لاگوس یک مرکز مالی بزرگ در آفریقاست و بیش از 50% از ظرفیت صنعتی غیر نفتی نیجریه در اینجا واقع شده. در هر صورت معجزه لاگوس اینه که اقتصاد اون حتی زمانی که دولت فدرال نمیتونه تروریسم رو در شمال کشور کنترل کنه رو به جلو در حال حرکته. روزانه هزاران نفر از مردم این کشور با امید به یافتن فرصتی برای پیشرفت به لاگوس نقل مکان میکنن و به همین دلیل جمعیت این شهر با سرعت بالایی در حال افزایشه. از اونجایی که رشد ساکنین نیجریه فراتر از رشد امکانات و توانایی های این کشور بوده، به طور پیوسته بر مشکلات اقتصادی، شکاف اجتماعی و فقر مردم افزوده شده. سیستم آموزشی در این کشور اصلا مناسب نیست و درصد زیادی از مردم سواد خوندن و نوشتن ندارند. بر اساس گزارش بانک جهانی 40% از مردم زیر خط فقر 2 دلار در روز زندگی می کنند، اما برای به دست آوردن همون هم باید روزانه 12 ساعت کار کنند. 2/3 مردم در سکونتگاه های مسکونی غیر رسمی یا محله های فقیرنشین زندگی می کنند. در اینجا بین فقرا و ثروتمندان اختلاف طبقاتی شدیدی وجود داره. ثروتمندان، سیاستمداران و افراد معروف در مناطقی زندگی می کنند که ورود عموم مردم به اونجا ممنوعه. تقریبا میشه گفت که در این کشور قشر متوسطی وجود نداره. مردم یا فقیر هستند و یا ثروتمند. در مناطقی در حاشیه لاگوس زاغه هایی بر روی آب ساخته شده که نزدیک 200,000 نفر در اونجا زندگی می کنند. مردمی که از امکانات رفاهی و آموزشی محروم هستند و تقریبا تنها منبع درآمدشون نیز ماهیگیریه. در شمال کشور وضعیت به مراتب بدتره. اگر به شمال کشور سفر کنید از طرز لباس پوشیدن و فراوانی مساجد متوجه مسلمان بودن مردم میشید. این مناطق به نسبت مناطق مسیحی جنوبی مالک جغرافیایی خشکتری هستند. درآمد مردم این مناطق نیز به نسبت جنوب کشور کمتره. اگر به هر دو منطقه سفر کنید متوجه اختلاف سطح زندگی مردم شمال و جنوب خواهید شد. به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب کشور ورزش‌هایی همچون بوکس و فوتبال به عنوان نقطه امیدی برای رهایی از این زندگی سخت محسوب میشن. بسیاری از جوانان به این ورزش‌ها روی میارند تا شاید روزی توسط یک تیم اروپایی انتخاب بشن. به همین دلیل هم ورزش‌هایی مثل فوتبال در کشورهای آفریقایی و مخصوصاً نیجریه بسیار محبوبه. جدایی از این، لاگوس مرکز فرهنگی نیجریه نیز هست. به عنوان یک شهر بندری و نقطه شروع استعمار بریتانیا، نفوذ غرب در اینجا قوی تر از هر شهر دیگری در نیجریه بوده. همه اقوام نیجریه رو میشه در این کلان شهر پیدا کرد. لاگوس مرکز صنایع فیلم، موسیقی و تلویزیون آفریقاست. صنعت فیلم این کشور یا همان نالیوود در رتبه 2 و 3 جهان قرار داره. به دنبال پروژه نوسازی که برای لاگوس برنامه ریزی شده، این شهر به تدریج به یک مقصد مهم گردشگری تبدیل خواهد شد. آفریقایی‌ها به طور فزاینده‌ای از لاگوس دیدن می‌کنند.
تا عمدتاً این کشور رو که توسط نالیوود به اونها تبلیغ شده رو کشف کنن. در واقع لاگوس به یک مکان مهم برای هویت فرهنگی آفریقایی و سیاه‌پوستان تبدیل شده. به طور خلاصه نیجریه کشور بزرگی است که در آینده اسمش رو بسیار بیشتر خواهیم شنید. لایک ویدیو و عضویت در کانال رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.